به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض می‌کنیم خدمت همه شما دوستان عزیز، شبتون بخیر باشه. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشین. ممنون و متشکریم که با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سر خط رو همراهی می‌کنین. یادتونه یه عده می‌گفتن برای جمهوری اسلامی مردم عراق در اولویت هستن نه مردم ایران؟ خواستم بگم اینم عکسش ثابت شد. رفتم کلی گشتم تا این تیتر رو از رسانه‌های مزدور خودشون پیدا کنم که اما و اگری توش نباشه. هوا در ایران سرد شد، صادرات گاز به عراق متوقف شد. آقا یه خبر براندازسوز دیگه هم براتون دارم. جدیدترین سامانه شبیه ساز بالگرد ارتش در بوشهر رونمایی شد. دریادار حبیب الله سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، امروز در آیین افتتاح شبیه ساز بالگرد ارتش در بوشهر در پایگاه دریایی ارتش گفت: امروز در پایگاه دریایی ارتش شبیه ساز بالگرد برای استفاده در حوزه هوانوردی افتتاح شد. موضوع تربیت، آموزش و ارتقای مهارت همه کارکنانی که در این تخصص فعالیت می‌کنند حائز اهمیت است، به ویژه آموزش هوایی که بایستی از حداکثر ایمنی برخوردار باشد. پیش از این آموزش‌های عملی با بالگردها انجام می‌شد که ریسک و هزینه بسیار زیادی داشت تا بالگرد پرواز کند. به افزود شبیه‌ساز زیردریایی هم در همان سال‌ها به همت صنایع وزارت دفاع ساخته شد و امروز به صورت کلاس غریق سبک و متوسط و سنگین ساخته و مورد استفاده قرار می‌گیرد. دریادار سیاری اضافه می‌کند که امروز کامل‌ترین شبیه‌ساز هوانوردی بالگردها آماده و افتتاح شد. خب در مورد قابلیت‌های این سامانه خدمتتون عرض کنم دوستان که مطابق با آخرین فناوری‌های روز دنیا طراحی و تولید شده. کلیه بخش‌های سخت افزاری و نرم افزاری این سامانه هم به صورت کاملاً بومی و به دست کارشناسان شرکت ایز ایران طراحی و تولید شده و برای اولین بار در ایران از سکوهای حرکتی با موتورهای الکتریکی استفاده شده. در این شبیه ساز مدل سازی رفتار پروازی بالگرد و همچنین صداهای شبیه سازی شده به طور دقیق و منطبق با بالگرد اصلی انجام شده و کلیه پارامترهاش منطبق بر استانداردهای لازم هست. این سامانه دارای قابلیت‌های مختلف پروازی از جمله پرواز در روز، در شب، پرواز روی دریا، نشست و برخاست بر روی انواع شناور و پرواز در شرایط ویژه طوفانی و بارانی و همچنین دارای قابلیت شبیه سازی شرایط اضطراری بالگرد با قابلیت لرزش و حرکت کابین هست. ایمنی و پیشگیری از سوانه، مدیریت ریسک در شرایط اضطراری، کاهش هزینه‌های آموزش خلبانی، افزایش سرعت واکنش خلبان، مهارت افزایی در ارتباطات رادیویی، مهارت ناوبری و امکان تمرین پرواز در هر زمان و هر شرایطی از مزایای این سامانه است. لازم به ذکر که در همین مراسم فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم به توقیف یک نفتکش آمریکایی توسط نیروی دریایی ارتش اشاره کرد و گفت به تعبیر رهبر انقلاب دوران بزندر رو تمام شده است. در این قضیه هم حقی از مردم کشور ایران ضایع شده بود، آنها با قلدری دزدی کرده بودند و بایستی این حق پس گرفته می شد. به همین جهت برابر با عرف قوانین بین الملل عمل کردیم و آنچه را که گرفته بودند پس گرفتیم. حالا تا بحث نیروی دریایی هست و پای ایران در میونه، اینم بگم که روزنامه واشنگتن پست فاش کرده که دو کماندوی نیروی دریایی آمریکا که هفته گذشته در دریا گم شدن به دنبال محموله تسلیحاتی بودند که ادعا میشه ایران واسه حوثی‌ها در یمن ارسال کرده. در موردش تو سرخط هم صحبت کردیم. واشنگتن پست به نقل از دو مقام آمریکایی که اسمشون فاش نشده گزارش داده که سربازان نیروهای ویژه در حال آماده شدن برای سوار شدن به کشتی در دریای ناآرام در خلیج عدن بودند که یکی از آنها از نردبان لیز خورد و دیگری را واداشت تا در تلاش برای نجات او به دریا بپرد. جان کروی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا هم مدعی شده که این عملیات بخشی از تلاش‌های واشنگتن برای برهم زدن حمایت نظامی ادعایی ایران از حوثی‌ها است، اما افزود که این حادثه مرتبط با حملات هوایی آمریکا و بریتانیا به یمن نیست. دیگه شما خودتون پرتقال فروش رو پیدا کنید دوستان. اینم موقعیت استقرار ناوگروه نیروی دریایی ارتش ایران در خلیج عدن و در نزدیکی تنگه بابل مندب.
این بنده خودم که دیده بحث دریا و دریانوردی داغه، گفته بیا ما یه نونی پرت میکنیم شاید به تنور چسبید. برگشته گفته که 4 ملوان اوکراینی در اسارت حوثی ها هستن. اینکه این ملوانا اونجا چیکار میکردن الله اعلم. حالا یه خبر بدم برات دارم آقای زلنسکی. وزرای جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه درباره همکاری‌های دو جانبه گفتگو کردند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که ژنرال سرگئی شویگو و سرتیپ محمدرضا آشتیانی وزرای دفاع روسیه و ایران در تماسی تلفنی همکاری‌های نظامی مشترک و نظامی فنی و همچنین امنیت منطقه را مورد بررسی قرار دادند. وزیر دفاع روسیه خاطرنشان کرده که مسکو و تهران به طور مداوم تلاش‌های مشترک خود را در راستای ایجاد جهان چند قطبی افزایش می‌دهد. آقا واقعا خیلی منتظر موندیم دیگه، اون موردی که همه منتظرش هستیم رو رونمایی کنین تمومش بره. همزمان با ایشون رفیق گرمابه و گلستانش هم از لندن گفته که خطر هسته‌ای در جهان در حال افزایش است و ما باید اطمینان حاصل کنیم که توانایی‌هایی برای جلوگیری از این خطر داریم. جهان شاهد افزایش بی سابقه درگیری‌های مسلحانه از زمان جنگ جهانی دوم هست. حملات ما مجاز و دقیق بود چون انصار الله هشدارهای ما را نادیده گرفتند. اهداف عملیات نظامی همیشه محدود بود است. ما همیشه تصریح کردیم که قصدمان این است که وارد یمن یا چیزی شبیه به آن نشویم، بلکه صرفاً یک پیام بسیار روشن ارسال کنیم. بعد دوستان غربی‌ها هر کاری دلشون می‌خواد میتونن بکنن و مجازن. کیلومترها دورتر از خاک خودشون حق دارن برای بقیه امر و نهی کنن. در همین حد نایس و صلح دوست. اینو همینجا ببینیم از زبان نوریزاده که همه میشناسین. بی ربط به این داستان نیست. نتانیاهو رو رها بکنی میخواد همه فلسطین رو قورت بده بخوره. مثلا ملت یونان فلسطین وجود نداره. خیلی جالبه. مدیر رادیو سایت تو مصاحبه با من در صدای آمریکا برمیگرده میگه که آقا اصلا ملت فلسطینی وجود نداره، اینا از ازبکستان اومدن. اونا از ازبکستان اومدن. حضرت عالی، با آقای امیرم گفتم، حضرت عالی که پدر یا خود از ایران اومدی تو حق سکونت ابدی داری. اما مثلا محمود عباس که 1000 سال شجرشو داره در اونجا، این فلسطینی نیست، بعد از جا بره بیرون. دیگه از این واضح تر نمیشد این قضیه رو توضیح داد. اما از فلسطین اشغالی هم همزمان خبر رسیده که مقاومت اسلامی لبنان دقایقی پیش تجمعات نظامیان اسرائیلی را در اطراف پادگان میتات هدف حملات راکتی قرار داد و تلفات قطعی هم به دشمن وارد کرده است. همچنان مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه دوم خود اعلام کرد که رزمندگان مقاومت امروز دوشنبه پایگاه نظامی برکر ریشای ارتش اسرائیل رو با سلاح‌های مناسب هدف قرار داده و تلفاتی هم بر رژیم اسرائیل وارد آورده است. همراستا با حزب الله، مقاومت عراق هم از حمله راکتی مقاومت اسلامی به پایگاه نظامی آمریکا در میدان غازی سوریه خبر دادند. طبق معمول آمریکایی‌ها در این راستا هنوز هیچ جزئیاتی اعلام نکردند. اگر موردی بود تو ویدیوهای بعدی به سمع حضورتون خواهیم رسون. فعلا خبر دیگه ای نیست دوستان و امروز به طور عجیبی جبهات درگیری آروم بوده. به نظر میرسه همه در حال تجدید قوا هستن برای تشدید درگیری ها و یه جورایی در یک آرامش قبل از طوفان هستیم. خب میخواستم ویدیو رو به پایان برسونم که این خبر فوری منتشر شد. حادثه امنیتی در نزدیکی یمن. سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از بروز حادثه امنیتی در فاصله 95 مایل دریایی در جنوب شرق خلیج عدن خبر داده و گفته که در حال بررسی این حادثه هستن. ما هم تا اون موقع صبر میکنیم ببینیم داستان از چه قراره. آیا به نظرتون یه سید دیگه انجام شده؟ نظر شما در این زمینه چیه؟ حتما برامون کامنت کنین. خیلی ممنون و متشکرم که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.